در آمریکا با افزایش زوج‌ها یا زنان مجردی که به دنبال بچه دار شدن از طریق دریافت اسپرم هستند، قیمت اسپرم هم افزایش پیدا کرده. وال استریت ژورنال نوشته قیمت یک فایل اسپرم برای یک بار تلاش برای بچه دار شدن دو برابر شده و به 2000 دلار رسید، در حالی که در بزرگترین بانک اسپرم کالیفرنیا 60% متقاضیان رو زوج‌های LGBTQ یا دگرباش‌ها تشکیل می‌دهند. افزایش هزینه‌های غربالگری و اطلاعات ژنتیکی اعطاکننده و همینطور سایر هزینه های حقوقی و بررسی های ژنتیکی و روانی به اضافه الزامات حقوقی باعث شده تا زوج های بیشتری توی صف بانک های اسپرم توی نوبت بمونن. به این ترتیب احتمالاً کاروبار بانک های اسپرم و همینطور اهدا کنندگانش در سالهای آینده سکه میشه. همکارم همایون خیری از لندن با ما همراه میشه. همایون، در این جهان که همه چیز به سمت گرون شدن میره، اسپرم هم حالا به این فهرست اضافه شده، دقیقاً چرا و چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟ ببین نیوشا، یک موضوعی که بعد از دوران همگیری کرونا رخ داد این هست که، و علمی هم هست که، کسانی که مقاومت بیشتری داشت بدنشون، اینها تونستن بدون بیماری این دوره رو بگذرونن. حتی اگر کسانی هم بیمار شدن، باز به دلیل بنیه بهتری که داشتن تونستن این مثلا دوره رو بدون مشکل بگذرونن. بنابراین اون چیزی که الان به عنوان علمی ثابت شده این هست که میتونه کارکردهای بدن کمک بکنه که نسل بعدی از اون فرد، به خصوص اگر اسپرمی اهدا بکنه، نسل بهتری باشه. و این یک قاعده طبیعی است. ما هم بخشی از طبیعت هستیم، انسان مثل بقیه جانداران. منتها چه اتفاقی افتاده؟ این اتفاق که الان توانایی دستکاری ژنتیکی، توانایی به اصطلاح خارج کردن ژن‌های به اصطلاح بیماریزا، این باعث شده که خب یک خدماتی شکل بگیره، که این خدمات این است که اگر کسی اسپرمی اهدا میکنه بتونن این اسپرمو در شرایط بهتری نگهداری بکنن و بعد دستکاری‌های ژنتیکی بکنن و بعد به عنوان اهدا به اصطلاح به کسانی که متقاضی هستن این اسپرم رو بدن. و یک بازار اینجوری شکل گرفته که الان مثلا همون کرایو بانک، یعنی اسمش هم هست بانک به اصطلاح منجمد، کرایو یعنی انجماد، این در کالیفرنیا یک مشخصاتی رو هم گذاشته که اگر در وبسایتش ببینید هست، مثلا مردانی با قد به اصطلاح 172 سانتی متر، سن بین 19 تا 38 سال و تحصیلات دانشگاهی، اینها میتونن بیان و حتی خود این به اصطلاح این مؤسسه پول میده به اینکه اینا بیان و اسپرم اهدا بکنن. و بنابراین خب این یک بازاری هست که مبنای علمی داره ولی تبعات اجتماعی. سپاسگزارم از همکارم همایون خیری از بخش علمی ایران اینترنشنال از لندن با ما همراه بودید.